آژانس ما هر روزم ابریه. این روزای قرنطینه از وقتی که شروع شده اینجا تو ترکیه هر روز ابریه و خب به نظر من روزای ابری خودش یه دلگیری داره و دیگه فکر کنید قرنطینه هم باشه و دلگیری. اینم شلوغی خیابونه. این یکی از اصلی ترین اتوبان‌های استانبوله که مستقیم میره تا از اینجا تا قسمت اروپایی و تقریبا همیشه شلوغه به جز نیمه شبا، ولی همیشه به هر حال توش ماشین هست. از اون اتوبان‌هایی که ترافیک میشه همیشه موقع مثلا غروب و صبح زود، مثلا اتوبان تهران کرج که دیدید همیشه ترافیک میشه موقعی که مردم میرن سر کار یا برمیگردن از تهران. خلاصه این ولی دیگه حد اکثر شلوغیشه توی این روزا. آوردی سیستمت چی دی؟ برو خجرت نگی برو. از دیوار راست که میگن طرف بالا میره همینه. پنکیک ما هم که دیگه یک شنبه و شنبه نداره، دیگه هر روز تقریبا پنکیک داریم. قبلا شنبه یک شنبه بود، حالا از اونجایی که دیگه هر روز شنبه یک شنبه است ما هم هر روز پنکیک داریم. به قول یکی خوندم سمه بشه روزه هفته دیگه اینجوری شده، یک جمعه، دو جمعه، سه جمعه، پنج جمعه، شیش جمعه، بعد نه صرف شیش جمعه، بعد جمعه قدیمیه. پیزا نایت هایی که نوشته بود از پنج شنبه شده سه شنبه، بعد هم دیگه فرق نمیکنه، هر روز شده پنج شنبه. ما همچنان پر انرژی با یه خود اعصاب ضعیف‌تر داریم روزای قرنطینه رو میگذرونیم. خدا کنه زودتر تموم شه. الان داشتم به سمک میگفتم که زندانی ها بعضشون بهتر به خاطر اینکه حداقل میدونن محکومیتشون مثلا حبس عبد. نه الان واقعا بهتون گفتم حبس عبد خوشحال شدم که الان نامعلوم. صحبت خوشحالی، صحبت اون تایمه است. نه میگم حبس عبدی ها ممکنه اگه نامعلوم بودن به درشون خوشحالتر بود تا اینکه بدونن دیگه ترخیصی وجود داره. خلاصه کاش یکی پیدا میشد با آدم میگفتش که چند وقت تا که. ولی خوبیش اینه که همه دنیا فعلا وضعیت همینه دیگه، یعنی کارش نمیشه که. بفرمایید اولیا حضرت. اینم موزیکیه که ما روزامونو باش شروع میکنیم. احتمالا تو خیلی از خونه‌هام تکرار شده توی دوره ای. ایلا جونم نریزه مامو بخور. اگه میمهی سرمیز بهتر بودا. امروز هم هوا خیلی خیلی ابریه. این خوشگله هم به گلای ما بعد از هفت‌سین اضافه شد. ما سبزه که پیدا نکردیم، دنبالش هم نرفتیم، ولی سیامک این رو به صورت سورپرایز برای صبح هستیم برای من گرفت. این خوشگله رو نمیدونم اسمش هم چیه. البته تهران بودیم هم چند تا از این داشتیم، نمیدونم چرا یه جونورایی زد و ولی خوب بود. وقتی که میومدیم دادیمشون به چند تا از دوستا و آشناها. اینا فعلا موجودی سه تا گیاه ماست، یه دونه سانسوریا، یه دونه چی بود اسمش؟ نمیدونم این اسمش چیه. تقریباً انقدری بود تا اینجاها بود ما گرفتیمش، الان انقدر بلند شده به خاطر اینکه یارا بهش هر روز آب میده. آره اینم که این کوچولو درست میکنیم که کارهایی که دوست داریم تو روز انجام بدیم و بنویسیم. آره خب هیلا کارهایی که دوست داری رو بگو بابا بنویسه. قرار شد که یه ساعت در روز با هم ورزش کنیم.
مثل این فیلم های تخیلی شده که اون بچه رو میکنه جه همه گفت شده در بزر اسپری کنم اسپری کنم گرده هستن باش باش الان بزر بشوریمش بعد بیا 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 اسپری بیاری اونم دست هست نزن نزن افتین کتاب رو برده بعد اینو نشونده میگه تا پارکه دلت پارک میخواد اینم ست ورزش صبحگاهی ما هر روز میخواییم اینجا با اپلیکیشن همیشه ورزش کنیم البته فعلا مشکل داریم توی لود شدنش ولی من و سیامک ورزش میکنیم این دو نفرم به ما میخندن دوتا تماشا چی داریم؟ دوتا سوت داری تو گردنت مثلا ببینیم شف نزلی چی درست کرد نه سم کنم سم کنم هلنج هلنج کامل سوت درش کیک هویج همکاری شف هیلا نگاه کنی هم نقاشه هم آشپز نه 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 یه رک بذاریم یه زیر زیرشون خنک شه رک از کجا هر چیز رو خوب نیست عزیزم دیگه بهانه نه کیک بذاریم بکنیم مامی خوشی تو نگاه کن خیلی قشنگه ایلا آیه چه رنگیه اورنج امروز این رنگیه نه آیه بعضی روزای رنگ دیگه است آیه ولی همیشه قشنگه غروب ببین اونجا چی کار میکنه ایلا خوشی دایه میخوابه داره میره بخوابه آیه آخه داره سم باشه فردا وقت از کجا میاد بیرون؟ صبح از اونجا آفر از اونجا بیدار میشه؟ آره بیدونی چطوری بیدار میشه؟ چجوری؟ اینطوری دیگه کن چطوری؟ اینطوری میاد آفر اینجا بیاد تا اینجا خیلی هم خوب میگفتی چند روز پیش که اردوغان گفته اصلا این دهه ترکیه خواهد بود سخن بریم من کاری ندارم به دیدگاهش و هر چیزی ولی ببین این دقیقا خصوصیت یه لیدر واقعیه که در اوج بحران یه امیده میدونی نه که امید علکی حالا شاید اصلا قدرت اول دنیا نشه ولی داری تو اوج بحران این اطمینان به مردمش میده اینا دارن می جنگن برای اینکه بگه قدرت اول دنیا تبدیل بشن توی بحران داره امید میده میدونی این خیلی مهمه به جای علکی گریه کردن نق زدن یا تقصیر اینو ننداختن فلان نه داره مدیریت بحران میکنه ببین چقدر خوب آدم این چیزا رو یاد بگیره اصلا بدون اینکه در نظر گرفتن اینکه این حرفا این چیزا رو از کجا و کدوم کشور شنیدی آدم خوبه هر چیز خوبی که میبینه الگو بگیره یاد بگیره اصلا فراموش نکنه اگه ترودو یه چیز خوب میگه از اون یاد بگیره اگه نمیدونم فلان رهبر نمیدونم بولکینا فاسو حرف خوب میزنه یاد بگیره واقعا منم از این حرف خوشم از این برخوردش خوشم اومد داره منتها حالا ما الان تو ترکیه ایم ما حرفا و اخبار ترکیه رو بیشتر میشنویم بیشتر گوشمون میخوره طبیعیه که اونا مثلا تو همون شرکتی که ما کار میکنیم تو همون شرکت خودروسازی اتفاقا مدیر عامل که جلسه مدیران گذاشته بود که همه بودن اینا توی اوج این بودش تحریما بودش که اصلا قطعات نبوده دیگه بخش تو بودش قطعات اصلا صفر شده بود سابلای
چیکار کرد؟ اومد نشست راجع به محصولاتی که قراره لانچ بشه در ایران راجع به اون نشست برای ما. خب اصلا صحبت از بحران اینا نکرد و تحریم و فلان. اومد که خب اصلا برای سال فلان اینا ما میخوایم این مدل رو میخوایم بدیم اون مدل رو میخوایم. ما همچنین نگاه داشته میکنیم چی داری میگی؟ ما الان گیر ایربگیم ولی دقیقاً داشت مدیریت بحران میکرد و دقیقاً اون اتفاق افتاد. همون مدل ها رو حالا یه خورده تایم تیبلش فرق کرد ولی اوورد اینا، یعنی باید مدیریت بحران کرد. خب ببینیم اینجا چه خبره؟ چیکار داری میکنی؟ ببین اینجا قرار شده که هر روز معلم‌ها یه راهی با از طریق آنلاین چک با شاگرداشون درس بخونن. توی مدرسه اینا معلمشون هر روز تمرینی، درسی، شعری، یه چیز یاد گرفتنی میفرسته. امروز گفته بود که با خوراکی با این مواد غذایی تونش از خونه یه حالت کلاش توری درست کنیم. خلاص منم عاشق این کارم. تو دفنی کردی؟ آره من که عاشق این کارم. خب خیلی استقبال کردم. میلاجون چوب خورد و من کلاژ. اون کیسه که افتاده زمین آدم شلخته ای نیستیم. اون بالا بود نازلی همیشه شاکیه و گذاشتم اون پایین. البته زدوفونی هم حقیقتش کرده بودم بیرون. حالت خواستم که سکم میخورده حالت بچه کنه طوری تر باشه که قابل باور باشه که این داره. نه واقعا بعد هیلا کمک کرد. ببین چوب دارچین گردو نگاه کن تو این مردم که چشش کشمشه بعد دماغش لوبیاس و گوجه فرنگی و چوب شور و از این چیزا. خیلی هم خوب. هیلا خوشحالی این کار دستی رو درست کردی؟ آیا این کاری دفعه دیگه میتونی خودت درست کنی؟ آیا باشه آفرین. من یه خوشکلش رو درست میکنم. آفرین قربونت بشم. آفرین خلاصه بیست به مادر دختر. بیش خودم هم داشتم به این موضوع فکر میکردم. به تو هم گفتم یادته که چقدر عجیبه که خانواده ما اونقدر تغییری تو زندگیمون پیش نیومده با بعد از کرونا اینا. نه؟ تو هم نظرت همینه دیگه. آره یعنی لایف استایلمون زیاد تغییر نکرده. حالا نمیگم نقطه ضعفی نداشتیم ولی مثلا حالا اینجوری که همه میبینم شکایت میکنن از این که مثلا چه میدونم روتین های زندگیشون به هم ریخته، مثلا آرایشگاهمون نرفتیم، نمیدونم حالا مجموع خودمون کارمون رو کنیم، یا مثلا یا حوصله مثلا یا معاشرت خیلی زیادی مثلا مهمونی هامون و اینا. بعد ما واقعا خب چرا مثلا خب تک و توک با دوستامون دور هم جمع میشیم ولی اهل خیلی هر روز مهمونی نبودیم. بخاطر همین چیزی رو از این جهت میس نگردیم. یا مثلا چه میدونم حالا همون آرایشگاهی که گفتم مثلا من با همیشه موام خودم رنگ میکردم، خیلی به ندرت آرایشگاه میرفتم حتی برای عید. خب الان باز داره اونم هیچ فرقی نکرد. ما فقط تنها تغییری که توی لایف استایلمون پیش اومد، یا مثلا کارمون همیشه آنلاین بود، خب الان هم آنلاینه و داریم ادامهش میدیم، باز هیچ فرقی نکرده تو روتینش. هر چقدر که کاری که آدم میره مثلا برای سازمان ها کار میکنه و این ارزش بنده، ولی خب واقعا ما چند ساله کسه چی؟ که دیگه کاملا شیفت کردیم به کار پروژه‌ای و بزنس آنلاین. از وقتی که تو از جزمه بیرون دیگه دو سال تقریبا. و این که خب میگم ما یه خود اولویت همون تفاوت پیدا کرد. تصمیم گرفتیم که بیشتر آنلاین باشیم، بیشتر کار پروژه‌ای انجام بدیم و وقتی بیشتر برای خانواده بذاریم. برای همین آره از این جهت زیاد برای ما تفاوتی ایجاد نکرد از لحاظ تایم خانوادگیمون. کرونا بعد کرونا میگی نه واقعا هیچ چیزی. من خیلی فکر کردم به این موضوع توی هیچ زمینه ما اونقدر تاثیر نگرفتیم ازش، مخصوصا چون از خانواده هم آلرژی دور بودیم دیگه. اگر که ما ایران زندگی میکنیم حالا ممکن بود که مثلا بگیم چرا نمیتونیم با خانواده هامون معاشرت کنیم، ولی از اونجایی که ما به هر حال دور بودیم تنها تاثیرش این بود که مدرسه هیلا تعطیل شد و روتینای هیلا به هم خورد. وگرنه
خب ما همینقدر تایم با خانواده میگذاریم، همینقدر مثلا هی فکر میکردیم چه بازیایی بکنیم، غذا تو خونه درست میکردیم، زیاد اهل خرید رفتن بیرون نبودیم. چرا یه چیز دیگه هم هست، یکی رستوران رفتن و غذا سفارش دادن اونا تا اینم میدم چیزای ریزی نشونه خوبی بود برای من. نه این جریان، حالا همین مطلبی هم که میخوندم که یه فسا دلگرمی بهم داد که انگار که ما داریم رایمون درست میریم ایشالله. از این ببینم باز همینه، کرونا هم بره بازم همینه دیگه. آره ببین، البته زندگی و نوع نگرش هر کسی، هر خانواده قابل احترامه، ولی یه تلنگر کوچیکی هست برای کسانی که زیاد عادت ندارن همه تو خونه خانواده با هم باشن. مثلا اینجا تو خیلی شنیدم که خب مثلا ما نمیتونیم، خیلی به من پیغام دارن من با شوهرم حسلم با هم هی داریم تعامل این که تایمای طولانی با هم وقت بگذرنیم نداریم. میدونی اینا هم قضیه نقطه ضعفایی که تو زندگی ها تو سیاست ها زندگی و مهمتر از اون تقسیم بندی هایی که تو خونه هست. خیلی مثلا فکر میکنن که اوکی مثلا تو داری مثلا هر کی، چه مرد خونه چه زن خونه، فرقی نمیکنه، داره آشپزی میکنه، اون تایم مال اونه. یعنی یا مثلا یکی باید یه کار بکنه و یکی داره آشپزی میکنه، ولی خب ما نه، ما همه کارمون واقعا با هم بوده. یعنی از هر کاری سعی کردیم که به هر حال یه تفریح سرگرمی بسازیم. اگه آشپزی داریم میکنیم تیمیش میکنیم با این فسقلیا. فقط یه چیزی دیگه هم به لفظالم اضافه شده، اونم یه خورده تغذیه سالمه، یه خورده سیستم ایمنی بالا بردن. این نوشیدنیه رو که قبلا من تو استوریای اینستاگرام گذاشتم، اینو مثلا به صورت روتین اضافه کردیم به صوبای خانواده همون. زنجبیل، لیمو ترش، عسل با یه خورده آب ولرم گرم و خوردن هیلا. هیلا خیلی نوست دیگه. و البته یه چیز دیگه هم هست، یه مشکلی که داره نزد به خونه هست، برای اینکه ما الان چون تو قرنطینه همه اینا درسر رو نرفتن مدرسه. آره دیگه، مثلا فکر میکنیم یه سری آوانسایی رو باید بریم. معمولا مثلا ما زیاد، یعنی بچه های تقریبا آزاد میذاریم، ولی نه دیگه اونقدر که خونه رو منفجر کنم. مثلا ما الان در حالت عادی خونم رو نبید اینجوری باشه، دکوری دیگه باقی نه. آره این یه تست خوبی بود برای اینکه آدم بفهمه نقطه ضعفش کجاست، کجا داره زیادی تند حرکت میکنه، خیلی خودشو درگیر کرده. ای کاش که سیاست مداران میخورده این موضوع رو جدی میگرفتن، الان میشستن، الان که وقت دارن میشستن به نقطه ضعف های سیاست هاشون، به این چیزا خلاصه فکر میکردن. ختم نطق بنده بس. این یخی آخرین تیر ترکشه دیگه، وقتی یعنی همه بازی ها تموم شده و یه خورده کسلن و حوصله‌شون صرف تو ایناست، یا من معمولاً بستنی یخی رو میکنه و منم خیلی استقبال میکنم به خاطر اینکه همزمان با بستنی یخی من میرم تو اتاق، واسه اینکه من مورمورم میشه با بستنی یخی. نه این دیگه بریم پیکارتون. بای بای بای. آره مامی چه مورموره. دشت و دمم کجایی ده این نازنین گل من، بهار آمده با گل و سنبول، زدیداد گل لرزد بلبل. دل بلبل نازک است ای گل، دل او را از جفا مشکن. دل بلبل نازک است ای گل، دل او را از جفا مشکن.